کشف جهان با چشمی دیگر. جهان اطراف من را چطور شناختیم؟ نیاکان ما داستانهای فوق‌العاده خیال انگیزی خلق می کردن. بسیاری از این افسانه ها درباره ستاره ها و اجرام سماوی بوده. یکی از اون داستان ها در مورد خوشک پروین یا هفت خواهر بود تا شکل گرفتنش رو توضیح بدن. برای مردم کایووای در آمریکای شمالی داستان اینطور بود. در زمانهای خیلی دور، عده‌ای به طور پنهانی از گروه دور می شدند تا زیر ستاره ها به پایکوبی بپردازند. در یکی از این شبها، خرسی بزرگ به اونها حمله می کنه و فرار می کنه. اونها روی سنگی می رن و خواهران از سنگ می خوان تا به اونها کمک کنند. سنگ صدای اونا رو میشنوه و بالا میره و اون خواهران به ستاره های خوشک پروین تبدیل میشن. رصد بدون تلسکوپ مهمترین ابزار در دست منجمان پیش از گالیله بوده. اونها به کمک چشم ها و ابزارهای ساده ای مثل زاویه سنج ها رصد میکردن و نتایج رصد های منظم خودشون رو به دقت ثبت میکردن. با ورود تلسکوپ منجمان تونستند اجرامی که تا به حال نمی‌دیدند و با جزئیات بیشتری ببینند. اما چیزی که دنیای ستاره شناسی و دید ما رو به جهان تغییر داد، طیف سنجی بود. شما هر چقدرم با تلسکوپ‌های قوی به سمت یه ستاره نگاه کنید، چیزی جز یک نقطه نورانی نمی‌بینید. اما اگه نوری که از همون ستاره به داخل تلسکوپ ما میرسه رو بررسی کنیم، به اطلاعات زیادی میتونیم برسیم. فرض کنید یک شعله آتیش داریم و مواد مختلفی مثل چوب، پلاستیک و پارچه رو به اون اضافه میکنیم. نوع ماده سوختنی که به داخل شعله اضافه میکنیم روی کیفیت شعله و رنگ اون اثر میذاره. دانشمندا با استفاده از این قابلیت میتونن از نوری که ستاره میتابونه به نوع اون و اینکه این ستاره چقدر عمر کرده پی ببرن. حتی میشه سرعت دور یا نزدیک شدن جرم آسمانی رو هم از بررسی طیف نوریش متوجه بشیم. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، هر گونه تابش از یک جسم به خاطر تخلیه انرژیه. فرض کنید یک اتم داریم و الکترون‌ها به دور هسته در حال چرخشن. اگه به طریقی به این الکترون‌ها انرژی داده بشه، اونها سعی می‌کنن به مدارهای بالاتری برن. مثل اینکه شما برای جابجا شدن بین طبقات یک ساختمان از آسانسور استفاده کنید و برای اینکه بتونید به طبقه‌های بالاتر برید، به برق نیاز دارید. اگه نیروی مورد نیاز جابجا شدن به اندازه 3 طبقه را بگیرید، به 3 طبقه بالاتر میرید و اگه نیروی مورد نیاز رسیدن به 1 طبقه بالاتر را بگیرید، 1 طبقه بیشتر نمیتونید بالا برید. اما وقتی بخواید به طبقه خودتون برگردید، باید به همون اندازه انرژی آزاد کنید. الکترون‌ها در اتم این کارو به صورت آزاد کردن یک فوتون انجام میدن. فوتون‌ها هم جزء سازندگی نور هستن. اینکه چه جور فوتونی در این فرایندها آزاد میشه بستگی به ماده و مقدار انرژی که به اون داده شده داره. از اونجا که هر اتم ساختار منحصر به فرد خودش رو داره و طبقات یا مدارهایی که الکترون‌ها حق رفت آمد توی اونو دارن توی هر اتم جایگاه مشخصی داره، پس طیف نورهایی که از یک ماده منتشر میشه با ماده دیگه متفاوته. چیزی مثل یک اثر انگشت. ستاره شناس ها و منجمین به جای اینکه با تلسکوپ به اجرام آسمانی نگاه کنند تا رازهای این جهان را کشف کنند، داده های جمع آوری شده از تلسکوپ های بزرگ و تلسکوپ های فضایی را تحلیل می کنند. مثلا ممکنه از کم یا زیاد شدن نوری ستاره دوردست متوجه بشن که احتمالاً اون ستاره یک یا چند سیاره داره و هرچند که ما نمیتونیم اونا رو ببینیم، اما وقتی از جلوی ستاره رد میشن مقدار خیلی کمی سایه میندازن که با چشم قابل دیدن نیست. اما میشه با تحلیل داده ها اونو پیدا کرد و حتی مشخصاتش رو فهمید. ما روشن شدن راه اختر فیزیک مدرن مدیون افراد زیادی از جمله آنی جامپکنان، هنریتا سوان لیویت و سسیلیا پین هستیم. در زمانی که فقط مردان امتیازات ویژه برای تحصیل و کار علمی داشتند،
اونها سرسختانه و با صبر مطالعشون رو انجام دادن و ابزار کشف جهان رو قوی تر و دقیق تر کردن.